درود بیکران بوی کباب داره میاد و همه افتادن به جون هم دیگه البته عموما دارن خر میکنن ولی خب اتفاق بعد از این انقلاب ملی انقلاب ضد شریعت اجباری انقلاب به نظر من قابل احترام زن زندگی آزادی که انقدر این حرکت سطحش بالا بود که حتی من در برابر این شعاری که از دل جریانات تجزیه طلبی پانکوردیسم در اومد اما فارغ از اینکه از کجا در اومده خود محتوا واقعا قابل احترامه منم در برابر این شعار بسیار پرمفهوم با توجه به شرایطی که کشورهای غرب آسیا کشورهای اسلام زده دارن این شعار زن زندگی آزادی بار معنایی بسیاری پیدا میکنه چون وقتی شما میگی زن یعنی نه به اسلام اسلام ضد زنه وقتی میگی آقا حقوق زن یعنی توهین به اسلام یعنی توهین به سوره نسا کل اساس اسلام برای بردگی زنه پس وقتی شما میگی زن زندگی آزادی داری کلا اسلامو میزنی <applause> تو اسلام برنامه داره برای بردگی زن و البته در این بردگی کاری میکنه که بتونه اقناع کنه زنها رو که بتونن گوسفند بمونن باور به اسلامی که زنان دارن حکم گوسفندانی رو داره که سیاه و سفیدن گرگه میاد گوسفند سیاه رو میخوره گوسفندان سفید خوشحال میشن میگن سیاهه رو خورد گرگه یه نگاهی به گوسفندان سفید میکنه یه گوسفند سفید میکشه میخوره <applause> گوسفندان سیاه میگن که عجب گرگ عادلی بین ما و سفیدا فرقی نذاشت از هر کدام یکیمون خورد گرگه همچنان در حال اجرای عدالت است و گوسفند سیاه و سفید رو میخوره این حکایت اسلامه عدالت در دنیای اسلام و عدالت در جمهوری اسلامی حکایت اینه دوستان حالا آی رضا پهلوی توی این داستان بعد داستان زن زندگی آزادی خب مردم میخوان از این از نظام عبور کنن واقعا هم کسی رو ندارن خود رضا کسی نیست یعنی هیچ کس نیست اونم ولی یه فامیل داره به اسم پهلوی و یک نوستالژی پشت اون فامیله یعنی رضا پهلوی کل داستانش اینه خودش یک آدمی توانایی نداره یا آدمی از نظر سطح آگاهی سیاسی زیر خط فقر رضا پهلوی بسیار بی سواده در حوزه سیاسی اما اپوزیسیونی دارین قحط رجا و قحط نسا اینو بهتون بگم از نظر سیاسی اپوزیسیونی ما قحط رجا و قحط النساء هستن بنابراین در بین اینی که همه هیچ کسن یه کسی وجود داره هیچ کسه اما یه فامیلی داره که این فامیله دارای یک نوستالژی مثبتی است پهلوی ما بخوایم یا نخوایم اون دو عبر پادشاه پهلوی با همه اشتباهاتی که هر کنون از ما داریم خاطر خوبی رو واقعا گذاشتن بخش قابل توجهی با توجه به جامعه اسلام زده که امروز نگاه میکنیم به کارهایی که رضا شاه و محمد رضا شاه کردن فارغ از یک سری اشتباهات سیاسی کارنامه بسیار مثبتی میگیرن چون وطن پرست بودن و با توجه به اون جامعه اسلام زده خلمات زیادی رو ارائه دادن خب رضا پهلوی به این واسطه برای این مردمی که میدونن این کسی نیست هیچ کسه میگن یعنی آقا چیکار کنیم هیچ کسی است که بالاخره یه فامیل پهلوی داره بقیه همینم ندارن بقیه هم هیچ کسن همین ندارن هیچ چیز فامیلایی هی دارن که پشت آدم میلرزه مثل مریم رجوی مثلا همین اصلا ثابت نداره اصلا نیازی تحلیلش کنی قیافه رو نگاه کن اصلا دعوای مردم همینه خانم مریم رجوی قربونت برم دعوا همین لچکی که سر تو اصلا تاریخ تو این که تو رفتی با کلیه نوکان ها رفتی کنار رژیم تروریستی حزب بحث عراق رفتی در زمان شاه ترورها میکردی کسافت کن خودت با اسبان همین انقلاب پنج هفت شدی اصلا تاریخچه کسافتتونو رو ولش کن الان میزان حال افراده حالت هم همینی لچک اصلا دعوای مردم اینه ببین مردم لچک و برداشتن دارن میچرخونه لچکو رو داره میچرخونه یعنی چی یعنی من یه حکومت بدون لچک میخوام نه اینکه تو قربتی رو بیارن با اون لچکه حالا این بهش فشار اومده حمله میکنه به رضا پهلوی دقت کنید ببین رضا پهلوی حتما سالها بزرگترین دشمن رضا پهلوی بودن رضا پهلوی رو هر جور نگاه کنیم نسبت به تو ببخشید <تص> من مجبور بین یکیتون انتخاب کنم هزار بار به رضا پهلوی رأی میدم تعارف که ندارم آخه تو نگاه کن کی هستی چه جوری چه اعتماد به نفسی داری تو اصلا مری که آمریکایی‌ها خیلی به شما نزدیکن بابت این انقلاب قابل احترام زن زندگی آزادی آقای بایدن مجبور شدن بیان میگن آقا ما از مریم رجوی و مجاهدین حمایت نمی‌کنیم برای که تو لوله خورخوره ای آمریکایی اصلا حمایت می‌کنن به عنوان یه لوله خورخوره همیشه جمهوری اسلامی رو بترسونه ولی دید این لوله خورخوره باعث میشه مردمم بترسن زیاد با فراغ بال مثلا فراغ خیال مثلا نیان تو خیابونا برای همین عمر اشتر رو چیز کرد گفت از تو براحت کرد که مردم یه مقدار اصلاباشون راحت بشه خیالشون راحت شه بابت معمای چند مجهولی شما ها که مردم میترسن برای شما مردم گرد نکنه این رژیم بره رژیم خطرناکتری بیاد حالا ببینیم ایشون در مورد پهلویات چی میگه هم... همچنین از نتایج همچنین از نتایج سیاسی قیام انگیان... بارز کردن این واقعیت که دعاوی و نمایش ها درباره موقعیت خانواده شاه سرنگون شده چقدر بیپایی است و تا کجا با خواست جامعه ایران بیگانه است یعنی دو جامعه ایران رو میدونی در قرن گذشته قدرت شاه در ایران مستقیما تابع قدرت های خارجی بوده پدر شاه در یک کودت های هدایت شده اونم توسط انگلیسی ها سر کار اومد و خودش با کودت های سازمان یافته علیه دکتر مصدق خیلی جالب ها همام اینایی که ببین این که یه چیز جالبی من در فضای ایرانی میبینم هر کی هوادار مصدقه الزامن وطن فروش نیست ولی هر وطن فروشی در ایران الزامن هوادار مصدقه چیز جالبیه تمام این سال ها من ندیدم یه وطن فرو چه چپ چپش که بشه علی علیزاده و غیر اینا یا چپ های رادیکال تر مثل مثلا فدایان خلق و اینا اونایی که حالا علیزاده چپ مدافع نظامه چپ های ضد نظام مثل فدایان خلق و اینا همه هوادار مصدقن مجاهدین هوادار مصدق همین جمهوری اسلامی بخش قابل توجهشون هوادار مصدقن اصلاح طلب ها یعنی هر کسی که گفتمان ضد ملی داره تهش میرسه به این آدمی که یه لیبل علکی ملی معصبی خورده بگم مصدق خیلی اسلام بود به شدت دارم اسلام گرایی بود مصدق در کانتکس ملی نمیشه گذاشت این هم مدافع مصدقه بعد جالب میدون چیه <applause> من سرمو اول بکوبم بهتون بگم جالب اینه که میگه رژیم پهلوی اون پدر و پسر و اینا اینا با قدرت و کمک خارجی اومدن رو کار دستشون با خارجی توی یک کاسه بود بعد جلوش اونایی که نشستن یا ساخران مراسمش عموما تندروترین رو ترین جریانات خارجی یا اوکان های آمریکا کسی اینو داره میگه که سالها نقرش در عراق بود به خاطر همکاری با صدام حسین همین الانم کمپش توی آلبانی همکاری میکنه در خود انگلیس در خود فرانسه همکاری میکنه اصلا تمام سخنانی شما بخش اصلی سخناناتون مجاهد نیستن خارجی ها هستن که بهتون وعده وید نه بعد تا داری ایراد میگیری که شاه سابق و اینا با خارجی ها تعامل داشته این خدا یا چرا زمین دهمانه میکنه و آدم رو بده یعنی مسلمان جماعت از مدل ولی فقی میخواد باشه وقی از مدل سازمان تروریستی مجاهدین میخواد باشه وقی کلا این جماعت مذهبی چه برانداز باشه چه هوادار نظام باشه چه بالا باشه چه پایین باشه چه مدل خر باشه چه مدل خوشفکر مذهبیشون باشه همشون از دم وقی وقی بخاطر که از همون به بسم الله که تو میگی خدا فرمود یعنی وقاحت رو شروع کردی دیگه یعنی تو چشم من داری راست راست نگاه میکنی میگی خدا باید حرف زده یعنی انگشت وسط بین دوتا انگشترم یعنی خاک عالم در نه تنها تو این اسلامتون به قول معروف بلکه تو خاک عالم به اون یکی اسلامتون که میگید این اون نیست همه تون یکی هستید مجاهدین و ولی فقی و خوشفکر و مذهبی و اینا نداره با وقاحت نشسته میگه بله شاه سابق اینا, اینا وابسته بودن سازمانی که خشت به خشتش از وابستگی به بیگانه است داره نشسته میگه پهلوی ها وابسته بودن ها خدای آخه چرا قدرتش رو تثبیت کرد قدرتی استبدادی و وابسته که هیچگاه پشوانی در جامعه ایران نداشته در خلال همین قیام مردم با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر و با شعارهای مشابه بر هر دو رژیم سابق و کنونی خط بطلان کشیدند و این چنین خواسته خودشون رو علیه هر نوعی از دیکتاتوری اعلام کردن عجب یعنی اون صدا سیمای جمهوری اسلامیه که میگه مردم خطشون رو با اختشاشگران جدا کردن و از اختشاشگران حمایت نکردن اینجوری خودشو گول میزنه و با وقاحت برای ما در صدا سیمای میلیشون میلی نه ما میلی میلشون میکشه دسته آسیمای میلیشون برای ما میان تحریف واقعیت هایی که جلوی چشمون داره رخ میده رو انجام میده انگار ما کوری که صدا باید برای ما بگه که نه مردم همراهی نکردن همه مردم پشت ولایت فقیه اون اینجوری میگه این یکی مسلمونه چجوری میگه خانم مریم میگه نه مردم اومدن علیه رژیم به حال اخوندی مله ها چون اینا نمیگن رژیم اسلامی اینا میگن رژیم مله ها چون اسلامی که خودشون هم هستن. بعد میگه ولی اومدن در همزمان مردم گفتن نه شاه میخوایم نه مثلا نه شیخ نه رهبر هر دو تا رو مثلا نمیخوایم و علی پهلوی هم تازه شعار دادن حالا واقعیت میدانی چیه واقعیت میدانی اینه که بله حتما خیلی مخالف پهلوی هم هستن در ایران ولی شعارهایی که داده شد اگه بخوایم نگاه کنیم و واقعا گوش شنوا داشته باشیم رضا شاه روحت شاد و شعارها در راستای حتی, حتی رضا پهلوی بود چجوری اینا میشینن آقا مخالف باش از من که مخالف دربار با رضا پهلوی که نبوده تو این سالها که یعنی چجوری شما واقعیت ها رو میبینید و تحریف میکنید من نه اون یکی که میگه اصلا کلا مردم عاشق ولی فقیه این یکی هم میگه مردم آدن علی پهلوی شعار دادن هر دو نماسخون. هر دو باورمن به ممل همین دیگه کسی که اعتقاد به ممل داشته ممل خودش خود راست راست تو چشم مردم نگاه میکرد من نمیخوام زن پسرم رو بگیرم و میدونید که من خودم نمیخوام خدا رو چیکار کنم دستور خداست دیگه این آیه سیا هفت احضا رو چیکار کنم خانم زینب دختر بنجوش در بیار در بیار که خدا خواسته که آیشه بهش فشار اومد آقا من میبینم خدا برای نیازه نفتانی تونتون آیه نازل میکنه تو هم این کمربنده رو میخوای شل کنی دست به کمر بود پیامبر خب وقتی تو اعتقاد به اون پیامبری داری که برای سکس بیچاره الله و همچون سگ دست آموز خودش من تر میکرد از زبان اون الله زبان بسه دقت کن چقدر سنگین دارم میگم محمدی که از زبان اون الله زبان بسه آیه نازل میکرد که بتونه به امورات آلت تناسلی مبارکشون در حقیقت برسن خب تو به اون باورده تو هم همین دیگه اون یکی که صدا سیماش میگه که مردم عاشق ولت فقیان تو هم که میگی مردم اونها شعار علی پهلوی دارن دیگه گوره بابای واقعیت ایرانی که مردم علیه جمهوری اسلامی ان تو کف خیابون هم دارن میگن رضا شاه رو شد به عنوان کسی دارم میگم که مشکل دارم با رضا پهلوی سال هم درگیر بودم همین رضا پهلوی نامردی که به کلی از این تروریستای مجازی پشت صحنه اینا رو من اینا یک دیدای داشتم یکی از اطرافیان رضا پهلوی در مادرید دو بابا گفتن امید ترور شخصیتت بکنه و سالها بخش قابل توجه از ترور شخصیت من به دستور رضا پهلوی علیه من انجام شده اما چون اون مثلا اومده علیه من ترور شخصیت کرده من واقعیت میدانی خودم بزنم به اون را منم ترور شخصیتش کردم کم نیوردم که منم اون... اونا زدن منم زدم واقعیت میدانی رو ولی اگه تحریف میکنی وقیهی داری خودتو گول میزنی واقعیت میدانی اینه که مردم ایران تا 84 درصد این نظام رو نمیخوان از این 84 درصد همین الان انتخابات بشه بخش قابل توجهشون رأی میندازن برای آقای رضا پهلوی و ما بقیه حرفا چرنده دیگه حالا چه رضا پهلوی آدم درستی باشه چه غلطی باشه که بنده اعتقاد دارم آدم غلطی است اما رأی با اونه حالا میخواید تحریف بکنید بکنید چیکارتون کنم ولی من یه رسانه مستقلم واقعیت ها رو برخلاف میل شخصی من میگم چون اعتقاد دارم رسانه من درسته من نمیتونم ادعا کنم یک رسانه ملی هستیم ولی هم تلاش میکنم ادای ملی بودن رو در بیارم و یه کسی که ملیست نمیتونه میلی بیاد موزه بگیره تحلیل کنه میل ما برای ماست میل و ولش کن موزه گیری باید ملی باشه موزه گیری باید درست باشه موزه گیری بر اساس حقایق میدانی باید باشه حقایق میدانی همش داره نشون میده رضا پهلوی هیچ کس در حوزه اینکه شانس داشته باشه اقبال عمومی داشته باشه در بین مردم شانس رقابت با ایشونو نداره این واقعیت میدانی حالا میخوای هرچی بگو میخوای نگو به خودتون مربوطه قرورتون برم شب روزگار خوش پاینده ایران